سلام دوشنبه 20 تیر 1401 11 جولای 2022 میلادی دستگیری جعفر پناهی فیلمساز برجسته و ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری از شهدای جنبش آبان 98 به همراه عموی پویا و همینطور تعداد دیگری از خانواده های دیدگان آبان 98 و دیگران در صدر اخبار امروز قرار گرفت این موج دستگیری ها که حکومت در اون رو شروع کرده و در واقع در صدد ایجاد رعب و وحشت هست همزمان با حجوب به زنان و خواهران و مادران مردم هم در کوچه و خیابان و دختران کشور موجی از ارعاب هم سعی میکنه که در به بهانه هجاب در سطح جامعه به وجود بیاد با دستگیری جعفر پناهی بعد از محمد رسولوف و مصطفی آل احمد دو فیلم سازه دیگری که قبلا دستگیر شده بودند سه جشنواره مهم اروپا یعنی جشنواره کن جشنواره ونیز و جشنواره برلین طی بیانیه‌های جداگانه ضمن محکوم کردن این اقدام با ابراز نگرانی کردند از بازداشت این سینماگران سرشناس بین المللی که جایزه های متعددی رو هم از همین جشن ها برنده شدند و به تدریج بخش بزرگی از سینماگران دنیا هم به حمایت از این هنرمندان برجسته کشور خواهند پرداخت. جا داره که کارگردانان، هنرپیشگان و سینماگران داخل ایران هم با امضاهای جمعی از این سینماگران پشتیبانی کنند به خصوص کسانی که بیانیه تفنگت را زمین بگذار رو امضا کرده بودند برای اینکه نشون بدند که از این هجوم و این ایجاد ترس و وحشت از سوی حکومت نترسیدند جا نزدند و در روی حکومت میستند در مقابل این موج حمله به زن و بچه مردم در خیابان هم که حکومت به بهانه هجاب و افاف مطرح کرده و فردا را هم روز هجاب و افاف اعلام کرده یک کمپین هم به راه افتاده در شبکه های اجتماعی به شدت میچرخه و دعوت هایی که مکرر داره از سوی بخش های فعال جنبش زنان صورت میگیره برای اینکه فردا رو متقابلا روز هجاب بی هجاب اعلام بکنند برای اینکه در واقع این حملات و حکومت رو خونسا کرده باشد اسم مناسبی که یادآور رای بی رای در بایکوت موفق انتخابات خرداد ماه گذشته انجام شد و اینکه دختران و زنان با رفع حجاب برداشتن حجابی که از سوی حکومت تحمیل میشه در مقابل این حرکت حکومت بیستن البته از اونجا که اصل عدد در مقاومت مدنی شرط هستش هرچقدر که این کمپین گسترده تر و بزرگ تر و در گستره جغرافیایی بیشتر و با تعداد بیشتری صورت بگیره قطعا مهارش برای حکومت دشوارتر خواهد شد در شبکه های اجتماعی پاره پیام های این گونه هم آمده که به جای فیلم و عکس گرفتن به حمایت از ما برخیزید البته حمایت درسته ولی فیلم و عکس هم واجبه و میتواند صدای این مبارزه رو به گوش همه دنیا برسونه اما در مقابل این حرکت حکومت که با فرمان خامنه ای شروع شد که مقایسه با سال شست کرده بود و با جمله خدای سال شست خدای سال 1401 هم هست خواسته بود که چنگ و دندون و جنایت سال شست و دهه شست رو به رخ مردم بکشه در این به اصطلاح فراخان برای سرکوب این اقدامات از سوی حکومت شروع شد تا جایی که آقای محسنی اجایی سعی کرده رئیس قوه قضاییه که مسئله حجاب رو به مسئله امنیتی تبدیل کنه و دستگاه های اطلاعاتی بیان و فعالین مبارزه با حجاب اجباری رو احیانا با برچسب های جاسوسی و عامل اسرائیل و توطعه بیگانه و غیره و غیره بتونند برخورد و دستگیر بکن چرا حکومت چنین کاری رو میکنه کافی تنها به دور رقمی که همین امروز برخورد من باهاش کردم نگاه کنید در زمینه معیشت مردم شانه تخم مرغ از ظرف یک هفته از پنج هزار تومن به 100 هزار تومان رسیده و به گفته اتحادیه مرغداران پرورش بسیار تولید تخم مرغ ممکن است که تا 130 هزار تومان هم بالا بره نرخ گوشت هم در میادین میوه و تره بار به تنهایی بیش از 68 درصد طی چندین روز گذشته افزایش پیدا کرده انواع گوشت ها این دو رقم مشت نمونه خرباری است از وضعیتی که برای معیشت مردم پیش آمده و حکومت به خوبی میدونه که این وضعیت افزار گسیخته تورم گرانی رکود اقتصادی وضع معیشت مردم رو به گونه رسیده که جامعه آماده اعتراضات بزرگه این ترس از اعتراضات مردم ترس از مقابله مردم با وضع فعلی است که راه حلی که به ذهن علیل دیکتاتور بزدل ایران آقای خامنه ای رسیده پناه بردن به سیاست سرکوب ایجاد رعب و وحشت و ترس در دل مردم به همینطور ناامیدی به زبان دیگه آقای خامنه ای سالهاست که سیاستش بر این است که مردم باید از حکومت بترسند و جمله معروف معاویه در تاریخ اسلام ان نصر و بر رو به رعب رو سیاست خودش قرار داده پیروزی در سایه ترس مردم از حکومت و همینطور ایجاد ناامیدی در مردم به زبان دیگه جنگ بین امید و ناامیدی به قول جین اصلی ترین محور مقاومت مدنی است لذا وقتی حکومت سعی میکنه نه این حکومت تمام حکومت های مشابه هم بر اساس پاشیدن بذر ترس مردم رو منجمد و منفعل کنه و ناامیدی اونها رو از هر عملی باز بداره تزریق شجاعت و امید به جامعه اصلی ترین و اولی ترین کاری است که می تواند صورت بگیره به همین دلیل هم کسانی که در کوچه و خیابان حرکت می کنند وقتی در مقابل مثلا دستگیری زنان و دختران جامعه قرار می گیرند می توانند منفعل نباشند می توانند دست کم اگر درگیر هم نمیشن اگر امکان پنچر کردن ماشین گشته ارشاد رو هم ندارند با هو کردن تجمع کردن و حلقه زدن به دور معمورین و حرفهای از بین جمعیت زدن علیه اونها کار رو سخت کنند و نشون بدن که مردم منفعل نمیست. همین کار رو در مقابل هر بسیجی هر روحانی در مسجد که حتی در خط صحبت میکنه میشود انجام داد با بایکوت کردن با پشت کردن با ترش روی کردن با نشون دادن اینکه در بین مردم جایی ندارند برای اینکه یک برخورده فعال شده باشه در مقابل هر یک از ناب سامانی های جامعه میتوان فکر برخوردهای فعالی رو کرد که عملا با انجام اونها اجازه نداد که حکومت به خواستش برسه که اه 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 کرخت کردن و منجمد کردن مردم از, بر از طریق ایجاد ترس و وحشت و همینطور ناامیدی. در واقع به زبان دیگه وقتی چیزی میبینیم میتوانیم کاری بکنیم الزامن این کار نباید در زمره کارهای خطرناک و خطر دستگیری باشه میشود انواع اقسام کارهایی رو فکر کرد که اونها میتواند ضمن فعال برخورد کردن روحیه سرکوبگرا و حکومت رو هم تضعیف کنه و مردم رو شجاعت ببخشه برای اینکه تسلیم این گرد ترس و ناامیدی که حکومت میخواد پخش کنه بر روی جامعه ننشینه اما آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه به روم سفر کرده با وزیر خارجه ایتالیا ملاقات کرده و این سفر عمدتا به درخواست ایتالیایی ها بوده به دلیل اینکه به خصوص دو کشور ایتالیا و آلمان نگران قطع صادرات نفت به از سوی روسیه به اروپا هستن هم نفت هم گاز که البته گاز فعلا ایران کاری نمیتونه بکنه ولی نفت امیدوارند که با رفع تحریم های آمریکا بتوانند که نفت ایران رو اروپایی ها بخرند و از بار فشار روسیه کم کنند نگرانیشون برای فصل زمستان است که در پیشه اما چیزی که کشورهای اروپایی کم بها میدن مقدار نفوذ روسیه در حکومت جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه است و قفلت از این واقعیت که اگر روسیه اجازه نده به آقای خامنه ای و به دستگاه اداری و دیپلماسی کشور امکان تصمیم گیری ندارند به همین دلیل هم برجام مووق و معطل مونده و جمهوری اسلامی نمیتواند قدم بردارد با امید پیروزی ایران و ایرانی